فریبا بلوچ فعال حقوق بشر از لندن ما رو همراهی میکنن. روز گذشته شعیب میربلوچزئی رو داشتیم، 17-18 ساله جوانی که به اعدام محکوم شده. الان یک دختر 16 ساله با 6 ماه حبس روبرو هست. به نظر میرسه که همچنان حکومت قصد برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان رو داره، به خصوص در برخی نقاط. شاید اینو بشه واضح تر دید خانم بلوچ. درود به شما. درسته همونطور که شما فرمودید، از نازنین شروع کنیم. نازنین دختر کودک، دختر بلوچ 16 ساله‌ای که همونطور که شما فرمودید 6 آبان در اعتراضات چابهار دستگیر شده بود و 26 آبان با قید وثیقه آزاد شده بود و دوباره الان به نازنین حکم 6 ماه زندان و همونطور که فرمودید 25 میلیون وثیقه جریمه نقدی رو دادن که و فقط به خاطر اعتراضات. نه تنها نازنین، ما در روزهای گذشته شاهد همچین احکامی برای سارا بلوچ، فاطمه بلوچ، کاری که قبلا هم در موردشون اطلاع رسانی شده بود که به 6 ماه و 3 ماه هر کدوم جداگونه حبس و 74 ضرب شلاق داده بودن. و البته مهرناز عمرزی هم جزء اینها بود که در همون مهر ماه که دستگیر شد بود، ولی مهرناز به علت که سالات نتونسته بود بره دادگاه و هنوز از حکم اون اطلاعاتی نداریم. و مطلبی که خیلی مهم هستش اینه که ما در اعتراضات چابهار، یعنی این اعتراضات چابهار قبل از زاهدان بود، قبل از 8 مهر زاهدان بود، و ما همون روز اخباری که به ما رسید این بود که ما بیش از 10 نفر دختر بلوچ اون روز دستگیر شده بودن که به متاسفانه به خاطر عرف رایج و سنتایی که در اون منطقه هستش، ما خیلی از بچه‌ها رو ازشون اطلاعاتی نداریم. یعنی چند نفر دیگه هم به همین شکل هستن، این حکم‌ها رو گرفتن که اطلاع رسانی نمی‌شن و از هویتشون اطلاعی نداریم. و این مسئله متاسفانه هم طور که فرمودید در بلوچستان خیلی زیاد هستش و یکی از مسائلی دیگه که فرمودین بحث شعه بود، درستش. و شعیب کسی هستش که هیچ کاری نکرده، فقط به خاطر اینکه چند تا ویدیو از اعتراضات توی گوشیش بوده شعیب دستگیر شده و الان حکم اعدام به شعیب دادن و این خیلی وحشتناک هستش. به خیلی یاش ما قبلا داشتیم، فائزه براهوی رو داشتیم که حکم در معرض اتهامات خیلی سنگینی بود که با قید وثیقه آزاد شده. و متاسفانه این روند در بلوچستان خیلی زیاد هستش، بازداشتی ها خیلی زیاد هستش. بلوچ، چرا فکر میکنید این روند رو جمهوری اسلامی داره به این صورت ادامه میده؟ در واقع هر چقدر با همبستگی ملی رو در اقوام مختلف بیشتر میبینیم، شعارهای همبستگی رو در اعتراضاتشون بیشتر میشنویم، جمهوری اسلامی انگار که همچنان قصد داره که این در واقع به این مسئله رو جور دیگری نشون بده، اینکه اقوام با هم در همبستگی نیستن. درسته. ببینید این جمهوری اسلامی خب همیشه بر اساس اون اهداف ایدولوژیکی که داشته در مناطق مثل بلوچستان و کردستان رفتار کرده و اون به قول معروف اون نگاه سیاسی و ایدولوژیکی که داشته که به این مناطق رفتار کرده و اون کلید واژه‌ای که همیشه ساخته بود از مردم به عنوان تجزیه طلب و تروریست و طبق اون فکر میکرد که این دفعه هم ما اون همبستگی رو شاهد نخواهیم بود. ولی وقتی این با وجود اینکه این همبستگی رو هم میبینه، باز هم داره ادامه میده به این کشتار، در واقع میخواد فکر میکنه که با این کشتارش میتونه رعب و ترس و وحشت در دل مردم ایجاد کنه. ولی خب ما برعکسش رو شاهد هستیم و متاسفانه با اینکه احکام خیلی سنگینی هم به بچه‌های ما در بلوچستان داده میشه، من نمیدونم اگه من وقت داشته باشم مثلا ما الان چند تا از بچه‌های ما توی بلوچستان مثل منصور هود، نظام الدین و شهاب ریگی که یک دانشجو بوده که 12 آذر توی چابهار فقط به خاطر اینکه از تریبون آزاد دانشجویی استفاده کرد و صحبت کرده بود بازداشت شده و از منابعی که نزدیک به خانواده‌اش حسن این اخبار رسیده که خیلی تحت شکنجه هستش و این 3 نفر در معرض به قول احکام سنگین قرار دارن و خیلی از بچه‌های دیگه به همین شکل هستن. و به این متاسفانه یک مسئله‌ای که هستش، انتظاری که ما داریم در واقع از همه هموطنامون و از رسانه‌ها این که این مسائل رو بیشتر بهش بپردازن و در مورد مسائل بلوچستان بیشتر صحبت کنن تا به قول معروف حکومت مثل گذشته در یک سکوت خبری مردم بلوچستان، مردم کردستان رو سرکوب نکنه. و این یک قوت، حتی بحث نازنین که الان صحبت کردیم یک قوت قلبی هستش برای اون مردم که به خاطر عرف جامعه نمیان صحبت بکنن و اطلاع رسانی کنن، این به قول معروف این عرف بشکنه و اطلاع رسانی بکنن و ما با خبر بشیم در مورد بازداشتی ها و کسانی که در احکام سنگین هستن. خانم بلوچ خیلی ممنونم، حتما همینطور هست. ما در مورد همه بازداشتی ها سعی میکنیم که از رسانمون درباره شون صحبت بکنیم.